فقط میخوام واسهتون تایید کنم. ببینیم دلیل اینکه این همه باقلوا تو استانبول ترکیه طرفدار داره چیه. با من همراه باشید، داریم میریم سراغ یه باقلوا فروشی خیلی خوش اسم و رسم که کاراش زبان زده و میخوام ببینیم راز اینکه این باقلوا رو استفاده میکنن و تو ترکیه خیلی طرفدار داره چیه. نوبتی هم باشه، نوبت خوشمزه های ترکیهیه، دسر معروف ترکیه باقلوا رو که خیلی هم طرفدار داره. گشتم یه باقلوا فروشی پیدا کردم که کارش خیلی با کیفیته. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا ببینیم باقلوا ها که داد و قال کرده تو استانبول قصه شون چیه. باقلوایی که جدیداً خیلی طرفدار داره، باقلوایی که با شیر آماده میشه، شیر و پسته آماده میشه، روش هم با شکلات همینجوری که میبینید تزئین میکنه، خیلی خوشمزه است. این تیپ باقلوا یه حالت کنوفه‌ای داره، با پنیر آماده میشه و من زیاد باش میبینم خوبی ندارم. What is this? This media. Media. Yes. And this one? Same. Aha. Name same. Yes. But this sarı midye name mean yellow midye. This green midye. Green midye. Yeah. It is softly. This soft. This crispy. Crispy. Okay. سارما. اینم سارما، باقلوای سارما، استایلیش بهش میگم سارما، با مغز پسته خیلی فراوان آماده میشه. کاروت سه خیلی خوشمزه است. تو سبک هم باقلوا آماده میشه، فقط مدل برش و حالتی که داره میبینید یه مقدار متفاوت. این گردویه، همینطوری که داره میبینید با گردو آماده میشه. این باقلوا هم واقعا هم خوشمزه است، هم جذابه، همونطوری که دارید میبینید. این لقمه ای هم که خیلی عالیه، فقط درشته. من باقلوا رو قاعدتا یه لقمه بیشتر حال میکنم باش، ولی تمامزه شون خیلی. این یه کنوفه خوشمزه ترکیه‌ایه. کنوفه رو نگاه، چه قلقلی میکنه روغن حیوان. خب روغن اضافهش رو میگیرن ازش اون شکلی، اینو سرو میکنن، یه کره‌ای که بهش اضافه کردن، یه مقدار دیگه داغش میکنن. وضعیت زیر کاره، شیره مخصوصه که آماده شده، مغز پسته آسیاب شده، مغز پسته، مغز گردو آسیاب شده. خب این کنوفه که آماده شده، یه طرفش پنیره، یه طرفش هم خامه است. این طرف خامه است، اون طرف پنیره. قیمه پینر، پینر قیمه. اوکی. اون برش ها رو از قصد یه جوری محکم زد که پنیره قطعا بیرون بزنید تا یه نمایش خیلی قشنگ هم داشته شد. عالی. چی شد واقعا؟ خب سر میزی که حالا سرو میکنم واسه مشتری تو این باقلوا فروشی خیلی جالبه. یه مقدار انواع میوه هاست، موز، انگوره و اینا، دلایل حالا به قول معروف بالانس کردن این قضیه رو داره. مثل دسرایی که تو کشورهای دیگه یه جورایی دیگه سرو میشه، مثل پنکیک مثلا تو اکثر کشورهایی که سرو میشه روش میوه و اینجور سارا اضافه میکنن. خب مبدا و دلیل اضافه کردن اون میوه ها واسه بالانس کردن تمامزه اون پنکیک یا اون شیرینی یا اون دسری که واسه شما سرو میشه. الان هم اینا خیلی جالبه، اینا به سبک خودشون کنار دسرشون سرو میکنن. به همین صورت موز، انگور، یه مقدار خوشبار همین که دارید ببینید، سیب نارنگی و این هم گفتم یه تست کنم چیه، مشکوک شدم. این هم گلابیه و شیر رو بردن کنارش، شاخه خیلی باحال. حالا بریم در کنار شما تست کنیم ببینیم این کنوفه اینجا چه فرق با کنوفه هایی که حالا تو جاهای دیگه، تو کشورهای دیگه سرو میکنن به اسم کنوفه ترکیه‌ای، چه فرق با هم دیگه داره؟ اصلا فرق زیادی داره؟ فرق نداره؟ موز بخوریم، دیدکم موز بخوریم، خوشمندش بینیم شم
یه دفعه اون چراغ چادر در من آرزومون برابر بشه. تمازش اون انگار به هر حال هرچی باشه اورجینال تره دیگه. شما تو تهران کوبیده بخوری با به قول خودمون گفتن تو ونکوور کانادا یه مقداری فرق می‌کنه، یا تو به قول من گفتن یه دیزی رو توش تو قول تهران بخوری با اون چیزی که حالا تو یه کشور دیگه بخوای بخوری با اورجینالش فرق می‌کنه. مطمئنا یه مقدار تمازش متفاوت‌تر بهتر میشه. چیزایی که جالب مثلا شیرینی زیادی نداره که تو زوب تمون به خود زوب آدم بزنه. من با چیزایی که خیلی چربه مخالفم، زیاد میونه خوبی ندارم، ولی این چربیش خیلی عالی بود و به قول من تو زوب تمون نمیزد. در کل خیلی جالب بود، قابل تعریف بود، واقعا قابل تعریف بود. و اینه اون کنوفه اورجینال ترکیه‌ای و امیدوارم که دوستانی که تصمیم میگیرن که کنوفه سرو کنن اینو به همین حالت به حالت اورجینالش این کنوفه ها رو آماده کنم و دست مشتری بدم. ببین باقلوای دیگه به نظر من جلوی این هیچ هم شاید نظر من اینه ها، چون من شیر پسته را خیلی دوست دارم. این هم ترکیب شیر و پسته را خواهش داره، خیلی خوشمزه است. بهتون حتما پیشنهاد بکنم از این باقلوای شیر و پسته حتما یه کار البته نوعیه، یه کار جدیدیه. امیدوارم که تو اولین فرصت که دیدید اصلا وقت پیش ندید، شک نکنید، اینو حتما امتحان کنید. من با چیزایی که خیلی شیرین باشه میونه خوبی نداشت. اینه که این باقلوا خیلی شیرین بود نسبت به این دوتا و مورد پسند من نبود. اونایی که خیلی چیزای شیرین دوست دارن شاید بهشون بچسبه، ولی این شیر پسته فوق‌العاده بود. کنوفه‌شون هم خوشمزه بود واقعا. اون برشتگی و چیزی توردی که داشت خیلی جالب بود. این زیاد شیرین بود، من زیاد دوستای شیرین میونه ندارم. امیدوارم که از این گزارش کوچولویی که واسهتون تهیه کردم در خصوص تنوع باقلواها و طرز سروشون تو استانبول ترکیه لذت کافی رو برده باشید. از اینکه همراه ما هستید یک دنیا سپاس. فرصتی باشه تک تک اینا رو من به شما آموزش بدم تا خودتون تو خونه درست کنید با هزینه کم و لذت شما. پیوسته دلتون شاد باشه. دمتون خیلی.